با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جای هستین حالتون خوب باشه و خیلی ازتون ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب دوستان، امروز کلی خبر خوب و البته مهم داریم. از این یکی شروع میکنم که قهر گداسوزه. طبق این تصویر که مشاهده میفرمایین، برای اولین بار در تاریخ روسیه یک هواپیمای ایرباس A330 رو واسه تعمیر و نگهداری به ایران فرستاده. این هواپیمای پهن پیکر مسافربری قراره توسط تکنسین های شرکت هواپیمای ماهان اوورهال و تعمیر اساسی بشن. نماینده شرکت هواپیمایی ایر فلوت روسی در این باره میگه که ماهان ایر دارای گواهی نامه و تجربه گسترده و خدمات با کیفیت بالایی هست. حالا شما هی برو توییت بزن و بگو ایران رو چه به هواپیما و تعمیر هواپیما. اما خبر خوب بعدی، رئیس سازمان انرژی اتمی شب گذشته اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای ما تا کنون 58 میلیارد کیلووات برق وارد شبکه کرده و می‌خوایم به جایی برسیم که 15% از برق کشور از صنعت هسته‌ای تأمین بشه. خب ما یک نیروگاه داریم، یک نیروگاه 1000 مگاواتی که این تا الان بیش از تقریبا حدود 58 میلیارد کیلووات ساعت الان برق به شبکه تزریق کرده. خب. و این امر موجب شده که ما در حقیقت خودمون صاحب یک نیروگاه اتمی باشیم که به دست ایرانی ها داره نگهداری میشه، بهره برداری میشه بر اساس استانداردهای بین المللی و تعمیرات اون هم داره صورت میگیره. واحدهای توسعه‌ای که در دست ساخت است که در حقیقت امروز ما در بوشهر داریم و واحدی رو که در خوزستان آغاز کردیم و واحدهایی رو که در استان‌های سیستان و بلوچستان در سواحل مکران و در استان هرمزگان در سواحل باز ترکیبی از خلیج فارس و دریای عمان اونها رو برنامه‌ریزی کردیم، گام بزرگ توسعه‌ای ما هست که بتوانیم توسعه نیروگاه اتمی رو برسونیم به یک سقفی که حداقل ما 15% از سبد برق کشور رو از حوزه هسته‌ای تامین بکنیم. بنابراین این گام گامیه که نیازی به نقشه راه داشته که ما بتوانیم بدون همکاری خارجی ها، اگر خارجی ها همکاری کردن که بسیار خوب، اگر همکاری نکردن با ظرفیت های ملی دنبال بکنیم که اون تجارب گذشته دوباره تکرار. خب قبل از اینکه بریم سراغ گندگوی اعظم که انگار بازم خودش رو با گندگوی هاش تو دردسر انداخته، این تصویر رو ببینین و کیف کنین. تصویر تازه منتشر شده از فروند اول پهباد کمان 22 با شماره بدنه 201. در حالی که کمان 22 پیلود 300 کیلوگرم، مداومت پروازی بیش از 24 ساعت و برد 3000 کیلومتر چند پله بالاتر از شاهد 129 با مداومت پروازی 24 ساعت و برد 2000 کیلومتر قرار داره، اما برخلاف استفاده از روتاکس 914 در شاهد 129 و ابابیل 5، مثل مهاجر 6 و کمان 12 از روتاکس 912 استفاده میکنه. خب همینجا دوستان لازمه یه نکته‌ای رو بگم که اگه یادتون باشه زمان رونمایی اولیه در بهمن 1399 پهباد با یه موتور دیگه دیده شد، اما مدتی بعد از رونمایی در رژه روز ارتش تغییر موتور و استفاده از روتاکس 912 نمایان بود. در ویدیوی منتشر شده از تست پروازی این پهباد و تصویر فوق استفاده از این موتور مشخصه. لازم به ذکر که آخرین بار کمان 22 با شماره بدنه 205 و مدتی بعد هم با شماره بدنه 206 دیده شد که فروند ششم دارای ورودی هوای بزرگتر و همچنان فاقد عرابه فرود جمع شونده بود. در موردش صحبت کردیم. به همین خاطر احتمال استفاده از موتور قدرتمندتری وجود داره. همچنین استفاده از پلتفرم این پهباد واسه توسعه یک نسخه با موتور جت هم از وعده های قبلی نهاج است. با تمام اینها باید بگم که به نظر میرسه این پهباد کماکان در حال بروزرسانی های سنگین هست. خب بریم سراغ گندگویی های جدید نتانیاهو که گفته ما اجازه شکلگیری تشکیلات حماس در لبنان رو نمیدیم. ما ضد ایران در سوریه عمل کردیم. اگر اسد به ادامه حملات به ما از خاک سوریه ادامه بده، بهای سنگینی خواهد پرداخت. نتانیاهو دیشب در سخنرانی که داشت میگه که ما در حال آماده شدن برای احتمال تحریک ایران در روز قدس هستیم و گالانت همچنان به عنوان وزیر جنگ باقی خواهد ماند. نتانیاهو در بخشی از صحبتاش میگه که ما هنوز در میانه نبرد
هستیم و برای عملیات قدرتمند در همه بخش‌ها در صورت نیاز آماده ایم. ما خواهان یک درگیری گسترده نیستیم و هر کاری برای جلوگیری از آن انجام می‌دهیم، اما اگر با آن مواجه شویم، دشمنان ما با قدرت کامل ما مواجه خواهند شد. دقیقاً بعد این ماجرا، گانتس، نخست وزیر سابق، در واکنش به صحبت‌های نتانیاهو برگشت گفت که نخ زدن ایجاد قدرت نمی‌کند، و این گونه بود که نتانیاهو در افق محو شد. اما بعد از این سخنرانی آتشین نتانیاهو، خیابان‌های رژیم صهیونیستی که تازه یکم داشت آروم‌تر می‌شد، به این اوضاعی که مشاهده می‌فرمایید رسید. یعنی اینا تا خودشون رو تکه تکه نکنن ولکن ماجرا نیستن. همزمان با این ماجراها، یائیر لاپید، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، هم در توییتی می‌نویسه که تهدید اصلی اسرائیل ایران بوده و هست، اما نمی‌شود با تهدید ایران به این شکل مقابله کرد. ما در حال از دست دادن حمایت آمریکا و جامعه جهانی هستیم. اسرائیل همچنین در حال از دست دادن قدرت بازدارندگیش است و اسرائیل به کشوری بدون مدیریت تبدیل شده. دیگه همه چی رو شفاف بیان کرد. ضمناً در همین راستا اینم ببینید که کلی حرف و نکته داره توییت پرمفهوم آکانت رهبری. به نظرم این ویدیو رو هم ببینیم و پرونده این ماجرا رو ببندیم. کارشناس نظامی باشه، با توان رزمی نسبی طرفین آشنایی مختصری داشته باشه، متوجه میشه که اندازه رژیم صهیونیستی اندازه یکی از عملیات‌های دوران دفاع مقدس ماست، البته به روز شده اش. منظور فرمانده کل ارتش این صحبت چند روز پیش رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی است که مدعی بود بدون کمک آمریکا قادر به حمله به ایران است. حالا او در اینجا خلبانان ذخیره رژیم را فرا خوانده برای مقابله با حمله ای راکتی از سوریه، لبنان و غزه که علیه این رژیم انجام شده. این خلبانان ذخیره به این دلیل فراخوانده شدند که بخشی از نیروی هوایی این رژیم در میان این اعتراض‌های شبانه در تل آویو حاضر به حضور در یگان‌هایشان نیستند. تصویری کامل از آنچه رئیس ستاد ارتش رژیم گفته بود که آماده حمله به ایران است. منتها رژیم صهیونیستی در بهترین تعبیر از امروز رژیم صهیونیستی را رهبر انقلاب 10 سال پیش گفته بودند در مشهد. سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد. تل آویو با انفجار سایت هسته‌ای دیمونا که محل تولید سلاح‌های کشتار جمعی است، با خاک یکسان خواهد شد. این تمرین موشکی سپاه در حمله به شبیه‌ساز سایت هسته‌ای. خب دوستان اشاره میکنن که یه سری هم به ابرقدرت بزن ناراحت میشن. خب اجازه بدین یه نگاهی به نظر روزنامه‌نگار آمریکایی در مورد آمریکا و بایدن بندازیم. سیمور هرش، روزنامه‌نگار تحقیقی و برنده جایزه پولیتزر آمریکا، در مطلبی نوشته قطعاً بایدن میتونه یکی از احمق‌ترین رؤسای جمهور آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم باشه. منفجر کردن خط لوله نورد استریم تصمیم عاقلانه‌ای نبوده و مشکلاتی را برای آلمان که از متحدان آمریکا بوده ایجاد کرده است. ضمن اینکه دقایقی پیش سخنگوی پنتاگون با انبوهی از فشار و سرخوردگی هم اعلام کرد که چین کماکان درخواست‌های وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای تماس را رد می‌کند. ای بابا چی شد؟ مگه اینا همون ابرقدرت نبودن؟ مگه نمی‌گفتن همه دست به سینه پشت تلفن منتظر تماس ما هستن؟ مدیونین اگه فکر کنین تمام دنیا فهمیدن اینا دیگه دورانشون تموم شده. خب دوستان اشاره میکنن که انگار قراره یه سری تجهیزات و تسلیحات جدید هم به نیروی زمینی اضافه بشه. بله، فرمانده نیروی زمینی ارتش اعلام کرده که دستاوردهای جدیدی امروز با دستور فرمانده کل ارتش رونمایی میشوند. بریم گزارشش رو با هم دیگه ببینیم. اضافه خواهد شد به توان نیروی زمینی. بله، بخشی از تصاویری که شما زحمت کشیدید، بله. اینها البته آماده هستند برای اینکه تا ساعتی دیگه
البته خیلی بخش کوچیکیش هست، شما یه سری تصاویر دستچین شده به ما رسوندید که انشاءالله وقتی که رونمایی بشه اون وقت تصویرهای مفصلی از آنچه که قرار هستش که امروز رونمایی بشه و تجهیزات که رونمایی بشه حتما در بخش‌های خبری هم پخش خواهد شد، هم به اون پرداخته خواهد شد. بله می‌فرمودید. بله. این بخش از تجهیزاتی که فرمودید تجهیزاتی هستند که بومی شدن، وطنی هستند یا تجهیزاتی هستند که ما اونها رو واردشون؟ بله، تسلیحاتی هستند به روز شده منطبق بر لبه فناوری روز دنیا که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی و مسلح کشورمون و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و جاهایی که طرف قرارداد نیروی زمینی است در داخل کشور، یعنی تأکیدم بر داخل کشور هست، بله، تولید شدن و ما به خدمت میگیریم. امروز با فرمان فرمانده محترم کل ارتش الحاق پیدا میکنن به نیروی زمینی. بخش دیگر رونمایی هست از یک دسته از تسلیحات مخصوصی که در نیروی زمینی قرار هست که به کار گرفته بشن. این تسلیحات قاطبه این تسلیحات ابداعیه، یعنی شاید بگم اندیشه و تراوش فکری دانشمندان خود نیروی زمینی، جوانان با استعدادی که در نیروی زمینی وجود داره، مبتنی بر خواست نیرو بوده، یعنی نیروی زمینی نوصلاح و تجهیزات جدیدی رو برای خودش تعریف کرده که یک ویژگی هایی داشته باشن. از جمله این ویژگی‌ها را که ما تعریف کردیم برای تسلیحات جدید نیروی زمینی، چهار ویژگی را ما تعریف کردیم. گفتیم این تسلیحات بایستی دورزن باشن، نقطه زن باشن، مخصوصاً هوشمند باشن، چون فرمانده معظم کل قوا بر هوشمند نمودن تسلیحات و دقیق زن نمودن تسلیحات تأکید شاید بگم موکد داشتن. ما هم رو این سرمایه‌گذاری کردیم. بخش سوم میشه گفت که تسلیحاتی هست که در نیروی زمینی وجود داشته ولی فناوری‌های روز دنیا رو ما امروز تونستیم به این تسلیحاتمون اضافه بکنیم که بتونیم واقعا در عرصه میشه گفت که جنگ‌های آینده یک نیروی زمینی اثرگذار و اثر بخش داشته باشیم و الحمدلله بتونیم بازدارندگی هم ایجاد کنیم انشاءالله. چقدر به توان رزمی ما کمک میکنه؟ بله، خدمت رو عرض کنم که میشه گفت که امروز در حقیقت با این الحاق به اذن الله یک رونمایی خواهند داشت ملت بزرگوارمون از یک نیروی زمینی جدید، یک نیروی زمینی بروز شده، یک نیروی زمینی که تسلیحات در خدمت میگیره که این تسلیحات ضمن داشتن اون چهار ویژگی منطبق با علم و فناوری روز دنیا هم هستن و به طور قطع و یقین به توان رزمی نیروی زمینی، به قدرت بازدارندگی نیروی زمینی توان مضاعفی را مزید خواهند نمود این تسلیحات و تجهیزات، به خاطر اینکه تسلیحات و تجهیزات واقعا ویژه‌ای هستن. حالا من به جزئیاتش دیگه ورود پیدا نکنم که ایشالا در بخشای دیگر خبری به ملت بزرگوارمون معرفی بشه. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین دوستان عزیز و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.